سلام، با ما همراه باشید با مشروع خبرهای امروز. سوگل آزمون هستم و من ناصر مدنی. ابتدا مروری میکنیم بر سرخط خبرهای مهم امروز. درخواست لغو مجازات اعدام از سوی 3 شخصیت حقوق بشری در روز مبارزه با اعدام. هشدار رئیس قوه قضاییه درباره بازگشت فتنه‌گران برای تصاحب انتخابات. انتقاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های اقتصادی دولت. امروز 18 مهر ماه مصادف است با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. سازمان عفو بین الملل و سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام در سال 2002 چنین روزی را به این عنوان نامگذاری کردند تا همگان به تلاش برای لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان فراخوانده شوند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، اکثریت کشورهای جهان مجازات اعدام را یا از قوانین خود و یا در عمل حذف کردند، اما هنوز هم در 58 کشور جهان مجازات اعدام اعمال می شود. تنها در سال گذشته میلادی 2390 نفر، یعنی تقریبا دو برابر سال قبل از آن، اعدام شدند. بیشترین شمار اعدام ها در چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا صورت می‌گیرد. این کشورها مسئول اجرای 93% احکام اعدام در جهانند. سازمان‌های حقوق بشری بارها با اطلاعیه‌ای به حکومت جمهوری اسلامی ایران به خاطر بالا بودن آمار اجرای اعدام اعتراض کردند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، شمار اعدام‌ها در ایران به طور کلی و اعدام‌های در ملأ عام به طور خاص از سال 2010 به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کردند. همچنین ایران بالاترین آمار اعدام نوجوانان را دارد. به مناسبت این روز، فلورانس بولویه، رئیس ائتلاف جهانی ضد مجازات اعدام، عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و روبر بادنتر، وزیر پیشین دادگستری فرانسه، در بیانیه خواستار لغو مجازات اعدام در جهان شدند. این بیانیه توسط فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر منتشر شده است. نویسندگان این بیانیه با خشن و غیر انسانی خواندن مجازات اعدام نوشتند: جوامع عادلانه و مدرن را نمیتوان بر کشتن بنیان گذاشت. این بیانیه همچنین با توجه به آمارها خاطر نشان میکند که هیچ مدرکی تایید نمیکند که اجرای مجازات اعدام میزان خشونت و ارتکاب جرم در جامعه را کاهش میدهد. در انتهای این بیانیه اظهار امیدواری شده است که با بسیج جامعه مدنی مجازات اعدام به زودی در سراسر جهان لغو شود. در همین حال، بر اساس اخبار رسمی حکومت ایران، در یک سال گذشته حداقل 537 نفر در نقاط مختلف ایران اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 9% افزایش داشته است. صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه دادرسی محرومند. بر اساس گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، 62% از اعدام‌های صورت گرفته در طی مدت مورد اشاره مربوط به جرائم مواد مخدر، 13% قتل و 11% آن مربوط به تجاوز به عنف بوده است. این گزارش همچنین می‌افزاید حدود 40% اعدام‌ها در ایران به صورت مخفیانه صورت گرفته است و دستگاه قضایی نه تنها جزئیات پرونده آنها را به رسانه‌ها اعلام نکرده، بلکه از اطلاع رسانی در مورد اعدام آنها در رسانه‌های دولتی سر باز زده است. ساعتی پیش با دکتر محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، گفتگوی انجام دادیم و از ایشان پرسیدیم فاصله ایران از معیارهای جهانی در زمینه حقوق بشر و به خصوص اعدام تا چند اندازه است. به این طبق آماری که وجود داره، حدود 20 کشور طی سالهای گذشته احکام اعدام رو اجرا کردند که ایران با توجه به جمعیتش بالاترین تعداد اعدام ها رو داره. یعنی اگه به تعداد اعدام های اجرا شده نگاه کنیم، چین حدوداً 3000 اعدامی داشت در سال گذشته، در حالی که ایران حدود 600 تا 700 نفر اعدامی که در تایید شده. و خب
مشخصه که فاصله تا اون معیاری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده متاسفانه خیلی زیاده در تمام دنیا. البته قسمت مثبت اینه که اکثر کشورهای دنیا حکم اعدام رو یا اجرا نمی کنند یا در قانونشون وجود نداره، ولی تعداد اعدام ها در هر صورت در کشورهایی که اجرا می کنند خیلی بالاست. از آقای مقدم همچنین پرسیدیم فعالیت های حقوق بشری در این زمینه در ایران و در رابطه با ایران تا چند روز است و چگونه می توانیم فعالیت ها را افزایش داد. با توجه به اینکه در ایران روزانه 1 تا 2 نفر اعدام میشه، من فکر میکنم که در واقع جنبش مبارزه با اعدام رشد زیادی داشته طی سالهای گذشته. اگه ایران رو با کشورهای دیگه که احکام اعدام رو اجرا میکنن مقایسه کنیم، مثل عراق، مثل چین، مثل عربستان، میشه گفت که جنبش ضد اعدام ایران از همشون جلوتر اومده، ولی باز هم من فکر میکنم که به اندازه کافی ما پیشرفت نکردیم، چون که هنوز هم در داخل کشور بیشتر اکثر عملهایی که وجود داره در مورد اعدام، در مورد اعدام‌های سیاسی یا اعدام‌های نوجوانان، در حالی که به عقیده من اون روزی که هر اعدام بدون توجه به جرم، هر اعدام منجر به عکس‌العمل شدید نهادهای حقوق بشری و مطبوعات بشه، اون موقع فکر کنم که رشد خوبی کردیم. ولی اینم بیاد داشته باشیم که اعدام وقتی که از کشور ما و از کل از دنیا محو میشه که تک تک انسان‌ها، نه فقط دولت‌ها یا نهادهای حقوق بشری، تک تک انسان‌ها به این مجازات ضد انسانی واکنش نشون بدن. صحبت‌های دکتر محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر و ایران رو می‌شنیدیم از اسلو. و حالا اخبار کارگری امروز. مهراب بوجاری، رئیس انجمن صنفی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار: فشار کارفرمایان برای اتمام پروژه‌ها در پایان سال دلیل افزایش آمار حوادث شغلی در نیمه دوم سال است. کارگران اخراجی فولاد زاگرس اجازه خروج اموال کارخانه توسط مالکان را ندادند. علی اصلانی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار: افت تولید و تعدیل کارگران در کارخانه های استان البرز هنوز ادامه دارد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، میگوید برخی فتنه‌گران می‌خواهند انتخابات را تصاحب کنند. اشاره صادق لاریجانی به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران است که از حمایت اصلاح طلبان و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی برخوردار بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس قوه قضاییه ایران در سخنانی در استان آذربایجان غربی با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران گفت: امروز در کشور فضای دوستی و معنویت ایجاد شده و مردم همه به صحنه آمدند تا اقتدار نظام حفظ شود. اما متاسفانه برخی فتنه‌گران ایام 88 دوباره سر برآوردند و با یک تخیلاتی می‌خواهند انتخابات را تصاحب کنند. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین با اشاره به آزادی عده‌ای از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر گفت: فتنه‌گران زمانی که تعدادی از زندانیان امنیتی آزاد شدند نیز عنوان کردند این آزادی‌ها به خاطر فشار ناشی از انتخابات بوده، که این موضوع دروغی بزرگ است. او با اشاره به سیاسی خواندن زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 اظهار داشت: حتی سیاسی قلمداد کردن این زندانیان هم به دور از واقعیت بوده و این افراد زندانیان امنیتی بودند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصولگرایان، از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه‌گر نام می‌برند. همه مشکلاتی که کشورهای استعماری در مقابل این کشور قرار دادن، ملت ما قوی‌تر شدن، مستحکم‌تر شدن، بنیان‌های نظام قوام بیشتری پیدا کرد و همونطور که مقام معظم رهبری مکرر فرمودند، امروز انقلاب اسلامی از هر روز دیگری مقتدرتر هست. بیش از 3000 ایرانی در بهار امسال از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند.
به گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا یوروستات، درخواست پناهندگی از کشورهای اتحادیه اروپا در یک سال گذشته به نسبت مدت مشابه سال قبل 50% افزایش داشته است. بنابر این گزارش، از 3265 ایرانی که از اروپا درخواست پناهندگی کردند، 51.6% آنها در بازه سنی 18 تا 34 سال بودند و حدود 45% از آنان را زنان تشکیل می‌دادند. این گزارش می‌افزاید بیشترین میزبان پناهندگی ایرانیان کشورهای رومانی، نیوزلند، فنلاند و بریتانیا بوده است. بر اساس دفتر آمار اتحادیه اروپا، شهروندان روسی با 16845 مورد بیشترین درخواست پناهندگی را داشتند که 80% این درخواست‌ها رد شده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید نباید اجازه دهیم کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با سرپرستان خود ازدواج کنند. آقای پور محمدی روز گذشته و در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح جنجالی حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست گفت روح این قانون دفاع از این کودکان است و اجازه ازدواج آنها با سرپرستهایشان را نمیدهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 31 شهریور ماه لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رأی دادگاه امکان پذیر خواهد بود. روز گذشته نیز اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. تصویب این لایحه اعتراض فعالان حقوق کودکان در ایران را موجب شده است. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله‌های زندان. بهاءالدین قاسمزاده که در 16 سالگی به اتهام قتل بازداشت شده بود، با تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور در معرض اجرای حکم قرار گرفته است. بهمن احمدی عمویی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج به مرخصی اعزام شد. مسئولان زندان مرکزی ارومیه از آزادی کیوان اسماعیلی زندانی سیاسی علی‌رغم شرایط وخیم جسمی او ممانعت به عمل می‌آورند. مادر و برادر میثاق یزدان‌نژاد زندانی سیاسی زندان رجای شهر کرج طی احضاریه‌ای به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. با وجود پایان محکومیت اولیه ارژنگ داوودی پس از 10 سال به دلیل پرونده سازی های جدید وی همچنان در زندان به سر می‌برد. نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان پیروزی الهام علیف رئیس جمهوری این کشور را نشان می‌دهد. نتایجی که مورد اعتراض اپوزیسیون آذربایجان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی آذربایجان، الهام علیف که 10 سال پیش پس از پدرش به قدرت رسید، 85% از آرای رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را از آن خود کرده است. علیف کنترل تمام بخش‌های حکومتی و اکثر رسانه‌ها را در آذربایجان در دست دارد و پیروزیش برای بسیاری مسلم بود. جمیل حسنلی نامزد اپوزیسیون آذربایجان در مصاحبه با رسانه‌ها با بیان اینکه نتایج اعلام شده انتخابات را قبول ندارد، گفته به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد و لغو نتایج انتخابات را خواستار خواهد شد. او افزوده که اسناد و دلایل بسیاری مبنی بر وجود تقلب در روند برگزاری انتخابات جمع‌آوری کرده است. در همین حال ناظران اروپایی میگویند که انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان همراه با تخلف‌های بزرگ بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناظران وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند انتخابات روز چهارشنبه دموکراتیک نبوده و موانعی در مسیر آزادی بیان و همچنین ایجاد فضای رعب و وحشت برای نامزدها و رای دهندگان را به همراه داشته. این در حالی است که ستاد مرکزی انتخابات آذربایجان میگوید هیچ شکایتی مبنی بر وجود تخلف در انتخابات دریافت نکرده است. در 10 سال اخیر اقتصاد آذربایجان به دلیل بالا رفتن قیمت نفت شکوفا شده، اما حکومت این کشور به دلیل عملکردش در زمینه حقوق بشر مورد انتقادهای داخلی و خارجی قرار میگیرد. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای نخستین بار اپوزیسیون چند پاره آذربایجان بر سر پشتیبانی از جمیل حسنلی متحد شد.
ساعتی پیش با دکتر حسین یحیایی کارشناس مسائل آذربایجان گفتگوی انجام دادیم و از ایشان پرسیدیم آیا نتیجه انتخابات آذربایجان و پیروزی آقای علیف قابل پیش بینی بود؟ این قابل پیش بینی بود، همه پیش بینی ها در همین راستا بود و در جراید آذربایجان پیش بینی می شد. ولی اینکه چرا این گونه شد باید گفت که خب در آذربایجان نمیتوان گفت که دموکراسی به شکلی که در اروپا، در اروپای غربی ما میبینیم هنوز اتفاق نیفتاده، یعنی دموکراسی به این شکل نگرفته. خب تمام امکانات مالی اون کشور دست این خانواده هست و یا افرادی که در پیرامون این خانواده جمع شدند هست. خانمشون خیلی فعاله، خیلی چیزهای مختلف رو در دست داده، چیزهای مختلف چیز در دست داره، به اصطلاح فعالیت های مختلف اقتصادی میکنه، فعالیت های مختلف اجتماعی میکنه. دخترشان همینطور هست، در مسکو فعال هستند. پس بنابراین خانواده کلن فعال اجتماعی اقتصادی در آذربایجان هستند. این پیشبینی میشد که این به اصطلاح محور و هلالی که در پیرامون خودشون تشکیل دادن این موقعیت پیش بیارن و همینطور هم شد. از آقای یحیایی همچنین پرسیدیم با توجه به اینکه هیئت پارلمان اتحادیه اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا انتخابات را سالم و دموکراتیک دانسته، اما عده دیگری از ناظران بین المللی و همچنین رقبای آقای علیف اعلام کردند که این انتخابات با تقلبی گسترده همراه بوده، آیا امکان تقلب وجود داشته و آیا واقعا نتیجه اعلام شده حاصل رأی مردم است؟ افرادی که در مقابل علیف قرار گرفته بودن افرادی نبودن که قدرتمند باشن و یا پشتوانه مردمی داشته باشن. این یک. دومی که دموکراسی هست کردم خدمتون، مثل اروپا در اونجا نیست که بشه در فرض کن امکانات دموکراتیک وجود ندارد، نهادهای دموکراسی هنوز به این شکل نگرفته مثل اروپای غربی. پس بنابراین این که افرادی را ایشون تعیین کرده بودن و یا به اصطلاح اون افرادی که در این مسئله زینف بودن و یا زینفوز بودن، افرادی را تعیین کرده بودن چه قدرت چندانی نداشتن. یک شخص فقط در اینجا موقعیتی داشت به نام حسن جمیلی، ایشون یه مقدار تاریخدان هست، یک مقدار به اصطلاح پایگاه اجتماعی داشت و ایشون هم موقعیت آنچنانی نداشت که بتواند در اون شرایط در مقابل علیف به اصطلاح از خودش چیزی نشان بدهد. پس بنابراین اون که اتفاق افتاده و سازمان ها و نهادهای بین المللی بیان میکنن که انتخابات در سلامت انتخابات تردیدی ندارند، احتمالا سلامت انتخابات به قول اونها درست هم هست، به خاطر اینکه کسی نبود، افرادی نبود، احزاب سیاسی قدرتمند در اونجا نبود که بتوانند در مقابل علیف به اصطلاح از خودی نشان بدهند. پس بنابراین آنچه در اونجا اتفاق افتاده، توده های مردم آمدن رای دادن و در این رای گیری هم آقای علیف برنده شده و برنده اعلام شده. و اینکه به اصطلاح در این جور مملکت ها، در این جور کشورها که هنوز دموکراسی به اصطلاح رشد کندانی ندارد، خب طبیعتاً تقلب هم باشد، اولا تقلب در اونجا گسترده نبوده، خب مسلم است، چیز گزارش داده نشده و اگر هم شده باشد میتوانند راحتی بپوشاننش، یعنی روش سرپوش بذارن. صحبت های دکتر حسین یحیایی را شنیدیم. علی زیدان نخست وزیر لیبی در حادثه بی سابقه صبح امروز برای ساعتی روبوده شد. به گزارش خبرگزاری دولتی لیبی، ساعتی پس از این حادثه علی زیدان آزاد و در جلسه دولت شرکت کرد. هنوز چند و چند روبودن و آزادی نخست وزیر لیبی روشن نشده است. ابتدا گروهی با نام اتاق عملیات انقلابیون لیبی که از لحاظ نظری زیر نظر وزارت کشور است، در صفحه فیسبوک خود نوشت که علی زیدان را بر پایه قانون به اتهام دست داشتن در اعمالی که به امنیت کشور آسیب می‌رسانند و بر پایه حکم دادستانی بازداشت کرده است. این گروه پس از آن در همان صفحه فیسبوک دست داشتن در ربودن نخست وزیر را تکذیب کرد. تحلیل رسانه‌ها حاکی از آن است که احتمالاً ربودن علی زیدان به عملیات دستگیری ابو انس لیبی، یکی از رهبران القاعده، توسط نیروهای ویژه آمریکا و خشم شماری از گروه‌های مسلح اسلامگرا با این حادثه در ارتباط باشد.
آمریکا بخش بزرگی از کمک‌های نظامی و اقتصادی خود را به مصر به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار بود آمریکا تعدادی تانک آبرامز، جنگنده‌های F-16، هلیکوپترهای آپاچی و موشک‌های هارمون در اختیار ارتش مصر قرار دهد. کمک نقدی 260 میلیون دلاری و قرض 300 میلیون دلاری به دولت مصر از جمله موارد دیگری است که دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. بر پایه معاهده صلح میان مصر و اسرائیل، آمریکا متعهد شده بود که سالانه 1,500,000,000 دلار کمک به مصر ارائه دهد که 1,300,000,000 دلار آن نظامی است. اما بر پایه قوانین آمریکا، کمک به کشورهایی که در آنها دولت منتخب با کودتای نظامی کنار گذاشته شده ممنوع است. با وجود اینکه مقام‌های آمریکایی ابتدا برکناری مرسی توسط ارتش مصر را در نتیجه سیاست‌های او و تظاهرات صدها هزار نفر از مخالفانش عنوان می‌کردند، اما اقدام اخیر نشان می‌دهد که از اوضاع داخلی این کشور نگرانند. سرکوب هواداران مرسی تا کنون بیش از 900 کشته بر جای گذاشته و صدها تن دیگر نیز زندانی شدند. در همین حال دولت موقت مصر تصمیم دولت آمریکا برای تعلیق بخشی از کمک‌ها به خود را نادرست توصیف کرد. بدر عبدالعاطی سخنگوی دولت مصر در مصاحبه با یک شبکه خبری خصوصی گفت که مصر تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد و به مسیر خود به سوی دموکراسی که در نقشه راه مشخص شده ادامه خواهد داد. پس از برکناری مرسی توسط ارتش، دولت موقتی در مصر تشکیل شد. این دولت وظیفه دارد مصر را در مرحله انتقالی اداره کند. تعدیل قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر پایه یک نقشه راه اعلام شده از جمله وظایف این دولت است. و حالا نوبت میرسه به یک جمله یک خبر. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران: حذف شعار مرگ بر آمریکا تنها در اختیار ولی فقیه است. روح الله مؤمن نسب کارشناس فضای مجازی: رفع فیلتر فیسبوک اصل سوم قانون اساسی مربوط به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه: استقلال قوه قضاییه ایران در دنیا نظیر ندارد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های اقتصادی دولت 11 انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای باهنر که در اجلاس سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری صحبت می‌کرد، با اشاره به نرخ تورم 44%، افزایش نرخ بیکاری و رشد منفی شاخص نرخ اقتصادی گفت نیازی نیست دولت پس از 100 روز گزارش دهد که چطور کشور را تحویل گرفته، زیرا آمارها وضعیت کنونی کشور را نشان می‌دهد. او همچنین با اشاره به روند پرداخت یارانه به 75 میلیون نفر گفت در صورتی که در این حوزه تصمیمی درست و شجاعانه گرفته نشود، شرایط اقتصادی کشور تغییری نخواهد کرد. آقای باهنر در انتها گفت در صورتی که دولت بتواند تورم 44% را به 35% هم برساند، به او دست مریزاد خواهیم گفت. حسن روحانی در اولین صحبت پس از تصدی مقام ریاست جمهوری گفته بود که در برنامه 100 روزه اوضاع اقتصادی کشور را بررسی کرده و بر اساس شرایط کنونی اقتصاد کشور اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌ها را مشخص خواهد کرد. در همین رابطه با صحبت‌های آقای باهنر و انتقاد شدید ایشان از برنامه اقتصادی دولت، گفتگوی انجام دادیم با علی جلالی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، و از ایشان پرسیدیم دلیل مطرح شدن چنین صحبت‌هایی چیست. امروز آقای باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت هایی کردن که در واقع یک جور اشاره داشتن به تصمیماتی که دولت داشته، یه مقدار اشاره داشتن به آمارهایی که دولت ارائه میده و معتقدن که اغراق شده توش. بحث بر سر اینه که ایشون اعتقاد دارن دولت بعد از این 100 روز که کشور رو تحویل گرفته بهتره که یک سری مسائل رو عنوان نکنه و در واقع ایشون معتقدن که آقای روحانی و کابینه ایشون هم کار زیادی نکردن. ایشون در صحبت امروزش خیلی جالبه به این موضوع که اشاره میکنه به اینکه یخهای روابط بین ایران و آمریکا آب نخواهد شد، روابط بین ایران و آمریکا درست نخواهد شد. از یه طرف دیگه اشاره میکنن به وضعیت بد اقتصادی و تاثیر تحریم ها.
از بحث دیگه ای که ایشون مطرح میکنن نرخ بالای بیکاری، بحث دیگه ای که مطرح میکنن تورم، بعد پیشنهادات چیه میدن به دولت در رابطه با اینکه مسکن مهر رو چه بکنند، آیا مسکن مهر درست بوده درست نبوده، به چه تعداد داده شده، در آینده به چه تعداد داده خواهد شد، و اشاره ای هم به بحث تورم دارن که تورم نقطه به نقطه 40%. این صحبت هایی که آقای باهنر میکنن در واقع نشون دهنده یک نوع سردرگمی بین مسئولان و مدیران کشور، چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاسی. ایشون صحبت هایی میکنن که در واقع کاملا متناقضه با اون چی که تا به حال از سوی دولت اقدام شده روش. ایشون از یک طرف میگن دولت آمارهای زمان آقای احمدی نژاد رو عنوان کرده و به نام خودش تموم کرده، اما نمیان بگن که تورمی که به وجود اومده، کاهش ارزش پول ملی و بیکاری که به وجود اومده، اینها از زمان آقای احمدی نژاد بوده. البته ایشون این مقدار هم دلگرمانه صحبت کردن و امیدوار بودن که دولت بتونه برنامه‌هاش پیش ببره، اما آقای نهاوندیان صحبت خیلی جالبی کردن و ایشون اشاره کردن به برخی از اقدامات دولت که در خصوص حمایت از تولید در داخل کشور شده و اشاره کردن به اینکه اگر بخواد تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه به هر حال مشکلات رفع نخواهد شد. و خیلی جالب آقای نهاوندیان در میشه این رو مقابل صحبت آقای باهنر گذاشت، اشاره میکنن به تحریم‌های داخلی که تأثیرش بیشتر از تحریم‌های خارجی است و در واقع تحریم‌های داخلی همین نوع دیدگاه، همین نوع طرز فکر از سوی افرادی هست که در داخل کشور، حالا نمیشه گفت آقای باهنر جز این افراد هست، ولی میشه گفت متأثر از همون دیدگاه و همون نوع دیالوگ سیاسی در کشوری که در واقع هم سردرگم هستن، همین که نمیدونن که واقعا از چی باید انتقاد بکنه و از چی باید حمایت بکنه. صحبت‌های علی جلالی را میشنیدیم در رابطه با اظهار نظر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. وزارت بهداشتی که مسئول درمان مردم است خودش به شدت بیمار است. این صحبت را حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 25مین همایش بین‌المللی بیماری‌های کودکان ایران بیان کرده است. او همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور و مشکلات اعتباری وزارت بهداشت گفت همه باید به دولت و مجلس کمک کنند تا از این شرایط عبور کنیم. پیشتر آقای قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به عدم واریز 5000 میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت قبل، کسری بودجه وزارت بهداشت را مهمترین چالش پیش روی این وزارتخانه خوانده بود. و حالا نگاهی می‌اندازیم به نرخ امروز سکه و ارز در بازار تهران. امروز دلار با 40 ریال افزایش نسبت به روز چهارشنبه در بازار تهران 30320 ریال فروخته شد. پوند با کاهش 150 ریالی 48450 ریال به فروش رفت و نرخ فروش یورو نیز با 50 ریال کاهش نسبت به روز گذشته 40900 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 60000 ریال کاهش نسبت به چهارشنبه 9,570,000 ریال در بازار تهران معامله شد. ملاله یوسفزئی، فعال حقوق کودکان و زنان پاکستان، برنده جایزه ساخاروف سال 2013 برای آزادی اندیشه شد. ملاله یوسفزئی دختر 16 ساله پاکستانی است که از 11 سالگی با نوشتن مطالبی در وبلاگ خود به مسئله حق تحصیل زنان پرداخته است. ملاله در منطقه سوات پاکستان زندگی می کند که طالبان در آن از تحصیل زنان جلوگیری می کنند. وی سال گذشته توسط طالبان هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه سر به سختی زخمی شد. جایزه 50000 یورویی ساخاروف به یاد بود آندری ساخاروف، فیزیکدان و مبارز حقوق بشر شوروی، هر سال توسط پارلمان اروپا به کسانی که در راه آزادی اندیشه مبارزه می کنند اهدا می شود. Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro. و خبر آخر این که آکادمی علوم سوئد امروز آلیس مونرو، نویسنده 82 ساله کانادایی را با
به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات معرفی کرد. آکادمی نوبل در اطلاعیه خود با تحسین شیوه داستان سرایی خانم مونرو، او را استاد داستان کوتاه معاصر لقب دادند. آلیس مونرو 13 زن در تاریخ است که موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شده و همچنین نخستین کانادایی است که تاکنون این جایزه را کسب کرده است. جایزه نوبل ادبیات که از سال 1901 از سوی آکادمی علوم سوئد اهدا می شود، مهمترین جایزه در عرصه ادبیات به شمار می آید. مراسم اهدای جوایز نوبل روز 10 دسامبر در سال روز درگذشت آلفرد نوبل، شیمیدان سوئدی و مخترع دینامیت در استکهلم پایتخت سوئد برگزار می شود. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودین. به اتفاق همه همکارانم در اتاق خبر، آخر هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم.